همه انسان ها میل به سلامتی و میل به آرامش و میل به خوشی و خوشحالی رو دارن و برای رسیدن به آن از هر تلاشی کوتاهی نخواهند کرد و برای داشتن این نیاز حیات بخش دانشمندان و محققین وقت و هزینه هایی رو نیز قربانی کردن، غافل از اینکه مطابق کتاب پیدایش باب 2:2-3 نیز اشاره میکنه بعد از 6 روز خلقت جهان و انسان، خدا آرامش را به انسان هم آموخت و هم به او یاد داد که چگونه اون رو به دست بیاره و هم آنان را در این آرامش برکت داد در روز هفته. از این رو انسان برای آرامش و داشتن آرامش آفریده شده است و خدا به آرامش نیز پیروان خود را نوید می‌دهد. در کتاب اشعیا 57:19 می‌خوانیم، اعلام می‌کنه: من صلح و آرامش را به همه، به دور و نزدیک خواهم داد. یعنی چه آنانی که نسبت به باور و شناخت کامل من این آگاهی رو دارن و چه آنانی که مانند ملت عزیز ما و گذشته ما خدا دوست بودند. نیت خدا، رویای خدا، هدف خدا این بود که این آرامش رو به من نیز بده. من صلح و آرامش رو به همه، به دور و نزدیک خواهم داد. من قوم خود را شفا خواهم داد. پس تفکر و احساس آرامش از کشفیات و خلاقیت انسان پدید نیامده. حتی اگر کششی و یا نیازی در درون آدمی اون رو متمرکز این نشانه طبیعت خلق شده میکنه در مسیر هدف خلقت، تا در حضور خدا قرار نگیره هرگز نمیتواند این امنیت و این آرامش رو نیز لمس، نه با سرگرمی های دنیا مانند مواد مخدر، الکل و یا قرص هایی که به نوعی میگن قرص خواب آور، آرامش بخش هست، میتونه به این آرامش برسه. در مزمور 4 نویسنده از آیه 6-8 اعلام میکنه: بسیاری میگویند، یعنی اکثر مردم جهان میگویند، بسیاری میگویند کیست که به ما کمک کند؟ ای خداوند، تو نور چهرت را بر ما بتابان، همچون همون گونه که بر موسی تابیدی. در موسی این رو لمس کرد که در حضور تو آرامش و خوشی هست. تو نور چهرت را بر ما بتابان، تو قلب مرا از شادی لبریز کرده ای. آری، شادی که تو به من بخشیده ای بیشتر از شادی هست که هنگام برداشت محصول فراوان پدید می آید. بیشتر از اون زمانی هستش که من کار میکنم، درآمدی دارم، به آرزوهای دلم روی زمین میرسم که من شاد میشم، اما در حضور تو یک آرامش و یک شادی خاصی هست. بیشتر از شادی هست که هنگام برداشت محصول فراوان پدید می آید. با آرامش خیال به خواب می روم، پس با قرص نه، با مشروب نه، با فکر و خیال های خوشخیالی خیر، با آرامش خیال به خواب می روم، زیرا تو ای خداوند تنها تو مرا در امنیت نگاه می داری. و همونگونه که شاعر میگه عاشق خدا هستم که چه بخواهیم و چه نخواهیم ما رو دوست داره. عاشق خدایی هستیم که در هر صورت ما رو دوست داره، چه حتی این رو لمس کنیم و چه لمس نکنیم. نتیجه این آیه این هست که آرامش در حضور خدا امکان پذیر هست، مطابق مزمور 16:11